نام من عمر خان مسعودی، رئیس موزیم ملی افغانستان. خوشحال هستم که شما اینجا تشریف دارین. شما خوش آمدین به موزیم ملی افغانستان. در آخر سال 1357 در ماه قوس به موزیم آمدم که از سال 1357 تا امروز را در بخش های مختلف موزیم ایفای وظیفه کردیم. موزیم در او زمان به حالت خوبی قرار داشت. نمایشگاهشان تقریبا 10% آثار از مجموعه آثاری که در موزیم ذخیره شده بود به نمایش گذاشته شده بود و تمام دیبوها مالا مال از آثار باستانی بود. بیننده زیاد داشت و نمایشگاه هم بسیار با عظمت ترتیب شده بود که الا سال 1992 این موزیم همه روزه برخ بیننده باز بود. در اون زمان در سال 1367 قوتهای روس از افغانستان برآمد. یک سال بعدش در 1968 ما نه تنها نمایشگاه خود آثارش را جمع کردیم، خاطر از این ترس از این میرفت که مبادا کدام راکت بالای تعمیر موزیم اصابت نکنه. طبیعی که راکت تخریباتی را داره، احتمال حریق هم به او پیش بینی میشه. یک طرح را به مقامات زیرصلاح دولت پیشنهاد کردیم، خصوصا به وزارت اطلاعات فرهنگ، که ما یک تعداد آثار مهم مربوط حوزه‌های مختلف باستانی را غرض حفاظت به مرکز شهر انتقال بدیم. روحیه طوری بود که انتقال قدرت صورت میگیره از حکومت کمونیستی به گروه مجاهدین و طبیعی پیش بینی شد که میشد که اگر انتقال قدرت صورت میگیره خلای قدرت به وجود خواهد آمد، که طبیعتاً در وقتی که خلای قدرت به وجود میه باز امکانات را پیش بینی کردیم ما که ممکن صدمات یا خسارات یا خطر متوجه موزیم شد و ای را باربندی کردیم به حضور یگیتی که از مقامات زیرصلاح تعیین شده بود که او شما متشکل از اعضای موزیم و بعضی افراد از انستیتوت محترم باستانشناسی بود. در سال 1368 ایر ما انتقال دادیم. هدف اینجا بود که اگر در یک ساحه مصیبت یا مشکل ایجاد میشه ساحه دوم و سوم محفوظ خواهد ماند، که خوشبختانه این تصمیم برای ما نتایج بسیار خوب و مطلوبی را به دست داد. بدبختانه آثاری که عمدتاً بیشتر در موزیم ملی که در حومه دارلمان قرار دارد در اینجا بسیار صدمه دید و خصوصا جنگ های داخلی که در اواخر سال 1992 شروع شد، غارت شد و همچنان به اساس اصابت راکت در ماه می 12 ماه می 1993 تعمیر موزیم حریق شد، البته منزل فوقانیش. عمدتاً دیپوهای ما در منزل اول قرار داشت تا اواخر 94 در اینجا جنگ های بسیار مدهش به وقوع پیوست. آثاری که از موزیم ملی به غارت رفتی در بازار اشیا در مارکت بازار اشیا در اینجا را پیدا کرد، اما آثار بسیار مناسب به فرد خوشبختانه در بازارها ظهور فیزیکی نیافت. این چپاولگرا همیشه در صدت ازی بودن، سوالات میکردن که گنجینه باختر کجا شد. سوال در اینجا بود که باید مسئول بانه، چرا ما پیشبین بودیم اگر خدای نخواسته درباره از این آثار معلومات داده شود خطر متوجه خواهد شد، که این امر باعث از این شد که مسئولیت آثار در داخل شهر که در دو محل جا به جا شده بود این مسئول ماند تا 2003 را این آثار فعلا در بریتیش موزیم به نمایش گذاشته شده. ای آثار 231 قلم در موزیم گیمه فرانسه، شهر تورین ایتالیا و همچنان در نیوکرک امستردام در 4 موزیم ایالات متحده امریکا، بعداً به موزیم تمدن کانادا به اوتاوا رفت، از اونجا به جرمنی. نمایشگاه موزیم ملی افغانستان یک مسیج خوب است برای جهان که افغانستان تنها سرزمینی نیست که همیشه در اینجا جنگ است.
افغانستان یک سرزمین است که دارای تمدن گذشته، تاریخ بسیار پربار و همچنان از لحاظ داشته‌های هنری بسیار غنی بود و من شخصا خودم با 33 سال خدمتی که در موزه ملی انجام دادیم شاهدی فراز و نشیب بودیم. اما دین مقدس اسلام برای ما همیشه امیدواری را میده. آدم باید امیدوار باشد و همو که میگن اگر دل بسوزه از چشم کور هم آبی دیدن میایه، ما ناامید نشدیم و مشکلات عدید بزرگی که در پیشی ما قرار داشت خوشبختانه تا این دوزر آهسته آهسته حل شده و ما بسیار خوشبین هستم که در آینده یک صلح واقعی در این کشور به وجود میاد. در پیشی موزیم نوشته کردیم که باری سنگ حق شده یک ملت زمان زنده میماند که بتواند تاریخ و فرهنگ خویش را زنده نگه دارد. یک مسیج بسیار ظاهرا یک جمله بسیار کوچک است، اما مفاهیم بسیار کلی داره. با این چنگ بزنن و بیشتر متوجه حفاظت داشته‌های گذشته فرهنگی خود باشن که باعث غرور و سربلندی هر افغان بشه.